و کلیترین مسئله که تاریخ افغانستان متاسفانه جوهری بسیار نامطلوب بخشیده برش تاریخ زمان جنگ دوم جهانی است. شما میدونید که در زمان جنگ دوم جهانی هیتلر آمد و پاره ای از اتحاد شوروی را هم گرفت. وقتی که شوروی را گرفت، هیتلر با پیروزی خود، پیروزی قطعی خود مطمئن بود و او میخواست که به نیم قاره هند برود، بنان از افغانستان باید گذر بکنه. پس چی باید بکنه؟ او با دولت افغانستان نویش و گفت که شما لطفا خط خود را روشن بسازید که ما چی میکنیم، تکلیف ما چی است، میجنگیم از کشور شما میریم یا اینکه راه باز میکنیم. مشاورین دولت افغانستان مشوره ای را برای دولت دادن. شاید وقت مصلحت هم بود، خوب بود، و ولی بهره برداری ها و ایواگری های سیاسی توأم با این مسئله بود که میگفتند که ما هیتلر با هیتلر از نسل آریایی هستیم و هیتلر با ما هم تبار است از لحاظ تاریخی، بزار بیایه وقتی که شوروی را میگیره به طرف این برای ما جنگ هم نداریم کتش. بعد مسئله تبارسازی جوهری حادثه ها و محور حادثه های تاریخی قرار گرفت و اساسی از این دولت های اون وقت افغانستان وظیفه گرفتن که تمام اهداف خود، تمام نام آریانوی که 2000 سال پیش از این روز از این سرزمین تبعید شده بود، رانده شده بود، علاقمند نداشت و جای از اون نام سرزمینی به نام خراسان گرفته بود. یک بار آریانا دوسته های خارجی و داخلی با هم تبانی کردن و خواستن یک تعداد مقاله ها و روزنامه ها و کتاب هایی را بنویسن که و این را توجیه بکنن که ما و مردم آلمان هم تبار هستیم و آریایی هستیم. متاسفانه آریانایی که با این نوع یک برداشتی ناسوا و نادرست بار دیگه مطرح شد، اصل جوهر آریانا را زیر سوال بود. امروز شما میخوانین در صفحات خیلی از روزنامه ها و در مراجع بیرونی تعدادی از روشنفکرهای خود ما متاسفانه برای نفی بنیاده های هویتی و تاریخی ما خدمت میکنن، میگن آریان های وجود نداشته و دلیل شما همی را میگن که از استاد کوزاد گفته بود که وقتی که انجمن تاریخ ساخته شد، سردار محمد نعیم خان در رأس یک کمیسیونی در انجمن تاریخ قرار گرفته بود که باید تاریخ سازی بکنن در افغانستان، تاریخ انگاری بکنن، نه تاریخ نویسی بر بنیادهای تعریفهای قبول شده و قراردادهای قبول شده. با او اساس چند رساله در این دوره نوشته شد، رساله آریانا نوشته مرحوم کوزاد و رساله آریانا و استرابون نوشته سردار نجیب الله طوبایانا که همه از اینا و جوهری از اینا بر اساس تئوری نژادی و نژادی برتر شکل گرفته بود و اینها همین رو توجیه میکردن که ما و آلمانی ها از تبار آریایی هستیم، بینن آریایی ها، آلمانی ها اگر بیان از افغانستان و به هندوستان برون چقدر خوب است که حاکمیت آریایی ها در این بخشی از جهان تأمین میشوند. و او اصلا زمانی که هیتلر مرد این شعار به پایان رسید و زمانی هم که هیتلر مرد این شعار مقطعی و آریایی دوستی های مقطعی هم در رهبرای رسمی و دولتی افغانستان فروکش کرد و بعد میبینید که باز آریایی زدایی به ترتیب دیگه آغاز یافت. امان الله خان اولین کسی بود که میخواست موضوع تاریخ نگاری مورد ضرورت را با تشکیل پشتو مرکه آغاز نماید. این اقدام بر اثر راهبرده های محمود طرزی که خسر و مشاور و بعد وزیر خارجه امان الله خان بود صورت گرفت. محمود طرزی را ما زیاد مردم احترام میکنیم، پدر ژورنالیسم افغانستان میدانیم و در تاریخ نگاری افغانستان زیاد متاثر است از او به حیث یک شخصیت رجل و بخرد و کسی که بنیاده های ژورنالیستیک و تاریخ نگاری افغانستان با وجودش افتخار میکنند. ولی متاسفانه یادداشته هایی که از اون دوره به ما به یادگار مانده چیزهای غیر از این بازگو میکنه که محمود طرزی شخصیت، چون محمود طرزی همه فکر و اندیشه هایش از وارد کشور با خودش آمده بود و این در خدمت نگارش خانواده ای که به افغانستان حکومت میکنند باید این را مشروعیت بده، باید این را توجیه تاریخی بکنند و برای از این اکادمی پشتو مرکه را ساختن و محمود طرزی در این رابطه این را باید به پشتو طولانه تبدیل کردن این اکادمی پشتو مرکه را که تمام وظایفی از این بود که چگونه بتانند یک زبان زبانی برتر بنامند، یک زبان زبانی بدتر، یک قوم قومی برتر بنامند، یک قوم قومی بدتر. و
بالاخره یک واقعیت های تاریخی هزار ساله بود و هزار ساله که در سرزمین بود، ممکن زبانی بود، فرهنگی بود، هویتی بود، همه از این مسائل به ترتیب توجیه بکنن که تاریخ یک پدیده خلق ساعه باشه. و برقم مثلا نوشته هایی را که آدم در دوره میبینه که در انجمن تاریخ مرحوم حبیبی باعث شخصیت بسیار پرحرمت افغانستان هستند که یک جای یک عکس مرحوم حبیبی را چاپ میکنن که برابر قد خودش کتاب دارن. این بسیار یک حرمت کلام است برای حبیبی. اما در عین زمان خلاهای بسیار کلانی را هم یا به نام حبیبی رقم میزنن یا واقعیتی بوده که حبیبی خودش داشته. مرحوم حبیبی بی توجه به کرونولوژی تاریخ سخن میگه. نوشته میکنه که شخصیت های افغان در اوستا. ببینید دوستان، وقتی که یک طفل تولد میشه نام از او را میگذارن ایکس. این آقای ایکس سر از اون تاریخ تولد شده، بعد کاری میکنه، بازی میکنه، حرفی کاری میگیره و فردا بزرگ میشه و جوان میشه. این ایکس کارنامش با تولد آغاز شده. نمیشه که ایکس وجود نداشته باشه، ولی ما تاریخ 100 سال، 200 سال، 1000 سال پیش به این منسوب بسازیم. این مشکل در کار معرفی افغانستان بسیار مشمئز کننده هست که یک بار بی ما با بی توجه از غرغشت مثلا گرشاس می نامند و مثلا اپاریتی یا قبیله افریدی میگن یا پکتویکا یا پکتویس یا پشتون. اینها حرف هایی هست که نمیشه با احساس تاریخ ساخت. تاریخ نگاری منطقه در هندوستان، در ایران، در عرب، در روس نمیپذیرند تاریخ معاصری ما را. هزار سلام و سپاس بر روح غبار. غبار بسیار کلان کار کرده، تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ نوشته کرده، یک دنیای زحمت کشیده. اما اگر شما در هندوستان، در چین، روسیه و جای دیگه از تاریخ غبار اقتباس کنین، در کمی از اون میمانید چگونه اثبات بکنین؟ این را چه خود ما یک وقتی در روسیه تیزیس خودم میگرفتم، تیزیس دکترای خودم، یک نامی هست در نوشته های غبار از آراتوستون، یک شخصیت یونانی هست. اما غبار منبع خودم ندادن، روسها قبول ندارن، حتی یک خورثابت یونانی را هم منابع تاریخ نگاری روس میدانند. اما همین شخص قبول نداشتن که آراتوستون یکی از مورهای نظامی اسکندر بوده به این سرزمین آمده. تا زمانی که من مکلف به این شدم که این نام در یکی دو سه منبع افغانستان پیدا بکنم. دوستا وقت تمام شد میگن، ما نوشته هایی داشتم، امیدوار هستم که این نوشته ها را که بسیار واقعا مرور به واقعیت ها، به آماری که تاریخ ما را خونچکان ساخته، مجروح ساخته، باور ناپذیر ساخته، باور ملی ما را، اعتماد ملی ما را، مشکلاتی را که امروز ملت ما در خون خود شنا می کشد، او اینها تصادف نیستن، اینها مجموع حرفه ها و گفه هایی هستن که همواره وجود داشتن، از جمله در یک عصری 60 سال پیش از امروز شکل گرفت و آمد و امروز که لله الحمد یک فضای بین نسبت بازی هست و ما میتونیم حرفه های خود را بگوییم یا آه خود را بکشیم، میدانیم که در این کشور چی میگذرن. اما این اولین باری نیست که ما این رقم سیاست های فریبندگی، مکر و حیله و تزویر و ریاکاری را در دستور کارهای رسمی افغانستان میبینیم. این خیلی وقتهای دیگه هم بوده، منتها در لبه های ما قفل بسته شده بود و ما نمیدونستیم. با او اساس بسیار ضرور است ما خدمت شما عزیزایی که اگر تعداد شما به پژوهش های تاریخی یا در دانشکده تاریخ مصروف هستیم، این هست که غیر از تاریخ افغانستان تاریخ دنیای دیگه هم بخوانیم و بدانیم. و برای کسی که میخواهد تاریخ بنویسه و قلم بگیره به نام تاریخ، برای از یک چیزی که بسیار قطعا است، احساسات و غلبه و ولی احساساتی قوم و نژاد و دین و مذهب و سمت و ولایت است. تاریخ یک امر بسیار شرافتمندانه است که اون رقمی که میگن وقتی دکتر چپن سفید میپوشه و بالای سر مریض استاد میشوه، بسیار وجدان پاک و منزه و بلورین باید داشته باشه که اگر مریض دشمنش هم است بسیار خوب تداوی بکنه. ولی در تاریخ ما باید از فردوسی بسیار الهام بگیریم که فردوسی هر بار کمبودی های افراسیاب اشاره میکنه و میگه، اما یک جای از خوبی افراسیاب هم میگه که بسیار شکننده است و برای افراسیاب شخصیت قائل میشه. میگه که شود کوه آهن چو دریای ناب اگر بشنود نام افراسیاب. به او اساس ما که تاریخ مینویسیم باید واقعیت ها را بسیار مرجع بدانیم، پیشگام بدانیم و فرو رفتن در ورمله های قومی و فردی و ذاتی و خانوادگی خودم یک از دستوری کار خود بیرون داشته باشیم.